خب بخور آبو آبه بخور راحت باش شرام سلطی کار خوب یعنی چی هست؟ اگه تو هنرش رو داشتی با همون موبایل هم میگرفت کردیت رو هیچ وقت فراموش نکنید نکنین توش مثلا ما تو دوبه زندگی میکنیم ما اصلا کار نمیکنیم شیخ محمد میاد در میزنه هر روز مای ده هزار درم به ما میده به نظرت چقدر اهمیت میدن به کیفیت؟ هیچ ویدیو سه ثانیه‌ای می‌خوام تو سه ثانیه چی میتونی به مردم انتقال بدی ما همکارا به هم رحم نمی‌کنیم حالا یکی میخواد بیاد دبی به نظرت بیاد تو می‌تونی چیز یارو رو بکشی <applause> از این بعد دیگه من برای چی باید تو عبد برم برای بیانسه مجانی بزنم آدم ها انقدر چیزهای بد میبینن یا چیزهای بد میشنون که دیگه فکر میکنن این درسته یه <تصئ vuelta> خیلی بعد دلتنگی سلام علیکم چطورین رفقا امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و مثل همیشه تنتون سالم جیباتونم پر از پول زیاد پول زیاد براتون میخوام خوش اومدیم به قسمت جدید رول امروز مهمون باحال داریم دوست قدیمی من توی استانبول و حال حاضر در دبی ویدیوگرافر کارگردان عکاس کامرشیال کار موزیک ویدیو کار هر چی که بگین کارش خفن بی‌نظیر دوستش دارم خیلی زیاد خوش اومدی احسان علی کار نیست کار نیست خوش اومدی سلام دارم خدمت بینندگان عزیز بینندگان عزیز و دوست عزیزم عادل خیلی ازت ممنونم که این برنامه با کیفیت درست کردی و منو دعوت کردی من از راه دوری آمدم و اینکه خوش آمدی مرسی خیلی خوش اومدم برنامه شما در کل من عادل خیلی بهم شوخی میکنم ولی کلا میخواستم بگم که دمت گرم کل اپیزودایی که حالا میسازی رو واقعا نگاه میکنم و همیشه همه جا تحسین میکنم این کیفیت ساخت من به عنوان کسی که خودم خیلی منتقدم روی سری از چیزات نمیگم من حالا آدم بالایی هستم یا پایین من در حد خودم اوکی هم. ولی همیشه تحسین کردم یعنی هر کس میواد میگفت به یه برنامه یوتیوبی رو حالا مثلا مثال بزن یه برنامه پادکستی رو قطعا اولین چیزی که نشون میدادم ویدیو تو بود یعنی روی اون مثال میزدم میگفتم مثلا مثل این میتونین مثلا درست کنین یه همچین چیزی خیلی جالب بود به عنوان نه که بخوام بگم عادل خانقایی بگم که خب این یه مثال برای شما یه, رفرنس بودی برای مثلا نشون دادن اینکه حالا محتوایی که محتوی داره تولید میکنی چقدر کوالیتی و کیفیت داره دمت گرم عزیز دلی دمت گرم از خودت که حالا اومدی و حالا این همه تعریف و تمجید و اینجور داستانا کردی از ما نه حقیقتا کلا حالا من برگشتم اولشم گفتم احسانو چرا دوستش دارم و کاراشو به خاطر اینکه مثل خود من حالا نمیدونم مریضیش در حد منه یا نه خیلی پرفکشن دسته. یعنی دوست داره اگه یه پروژه رو انجام میده استوری بورد براش بکشه کار بکنه دارست. یه کار با کیفیت بده بیرون همیشه تقدیرش کردم و کاری که ازش میاد بیرون از نظر رنگ از نظر کادبندی از نظر نور صدا از هر نظری براش زمان میذاره و به خاطر همین دوست داشتم که الان همچین کسی بیاد بشینه بغل من باش گپ بزنم دم شما گر. ببین در مورد حالا رنگ و بندی میگی صحبت مفصل میکنیم صحبت زیاده صحبت خفن ولی میخوام بگم که باگ تصویری رنگی حالا به هر شکلی خب طبیعیه توی کار ما وجود داره من خودم یه کار ساختم خب خیلی خفنه یه کار ساختم میبینی لولش مثلا فرق میکنه با اون یکی خب میخوام اینو بهت بگم شرایط تولید باعث میشه خب یعنی ما و هزینه هایی که میکنه آفرین باجت خیلی مهمه خیلی تاثیر میذاره خیلی فکر میکنن خب نه باید یه عدد مشخصی باشه ولی طبیعتا باجت باعث میشه که کیفیت کار تو کیفیت خروجی تو یا همون رنگ و کادبندی که میخوای بدی تغییر کنه همش هم مستلزم اینه خب ما وقتی برای یه پروژه با دست فیلم بگیریم یا با یه ابزار حرکتی حرفه ای مثلا میخوای یه حرکت یه اسلاید بزنی خب اینو اگر... نه 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 یه حرکت اسلاید بزنی حالا نرم میخوای با لنز تله بزنی تو اگر با دست بگیری یا با رونین بگیری خب خیلی سخته بد میشه ولی خب اگر یه اسلایدر حرفه ای داشته باشی که به زمان بندی بدی که این حرکت رو چند بار بره خب طبیعتا بهتر میشه خب این مستلزم هزینه است مستلزم اینه که باجت بیشتری توی پروژه داشته باشی و این کارو انجام بدی خب کیفیت کارت هم تغییر یا مثلا بحث کالر رو اینا که خیلی از دوستان الان همه کالر, کالر میزنن خب دمشون هم گرم خوبن خب این باجته باجته یعنی در همه چیز با این باجته هست که کیفیت کار تو رو تغییر میده یه مسئله هست که همیشه میگن اصلا مهم نیست اینا مهم اینه که طرف خودش چی بلده حتی اگه بشه با یه موبایل میاره هنرش چیه نه من این اصلا قبول ندارم شما یک موبایل که یک حالا سنسوری داره که میتونه 4K بگیره با دوربینی که شما الان داری باش 4K میگیری با یه دوربین دیگه که باز 4K, میگیره. میگیره. خیلی فرق میکنه چرا ما با... باید بیایم بگیم نه اگه تو هنرش رو داشتی با همون موبایل هم میگرفتی اصلا این حرف اشتباهه اگه اینجوری بود تمام این کامرشیال های بزرگ دنیا کوکاکولا اپل همه میره. اینا میمدن با موبایل میگرفتنی خود اپل یه باگی توی این تیزری که درست کرده بود داشتن که نشون داد که همه ویدیو رو دارن با آیفون 15 پرو مکس میگیرن یه جا یه نفر هیچ ازش بیرون یه نفر حالا من ویدیوش پیدا کنم برات میفرستم که قشنگ مشخص اینا دارن با کمرا فیلم میگیرن خب فقط اون تبلیغات بود که با آیفون 15 میشه کامرا آره. جمع یک جا از اون در... یارو نشون دادن که داره وگرنه کل کار اصلا با دوربین مثلا آری 35 گرفته شده آره اینه در کل حالا این بحث کیفیت رو بذاریم کنار تو چقدر اعتقاد داری به اینکه باجت محور شده مدیا یا مخصوصا حالا ایرانی از لحاظ مشتری یا از لحاظ کار ما من مشتری منظورم اینه که مشتری میاد میگه که آقا ما یه کار خوب میخوایم و باجتمون هم مثلا خیلی کمه کار خوب یعنی چی هستن قبل از اینکه اینو بگم یه چیزی بهت بگم ما زمان زمان برای تولید کار داریم هزینه تولید کار داریم و کیفیت خب سه تا آیتم هستن خب اینا به هم مرتبطن شما اگر میخوای زمان سریعتری کارت انجام بشه باید هزینه بیشتری کنی کیفیت کارت خب ممکنه بیاد پایین حالا اگر زمان بیشتری بدی کیفیت کارت میره بالا اگر میخوای هزینه کمتری بدی کیفیت کارت میاد پایین زمان بیشتری میگیری یعنی اینا انگار به هم وصله ایا. نمیتونی ستا شو با هم داشته باشی پس نتیجه میگیریم اگر اینکه ما میخوایم یه پروژه خوب بزنیم اولین چیزی که من فکر میکنم برای یک ویدیو یعنی یک ایده پردازی بخوام شروع کنیم اینه که ما یک زمانی رو داشته باشیم یعنی مشتری اینی که میگی آقا تو کمترین زمان من اینقدر باجه برام کارو بزن خب خب نمیشه کار واوی زد واو واوی واوی باید به تو زمان بده وقتی که به تو زمان میده تو تازه میتونی برآورد کنی روش کار بکنی <تص> تازه میتونی برآورد کنی و روش کار کنی و باجتش رو مشخص کنی و بگی تازه این انقدر میشه باجت کار تو و تو میتونی این کار انقدر بزنی تو باید تعیین کنی اون نباید برای تو تعیین کنه که من انقدر باجت دارم ولی خب بازار این آره الان اینجوری شده دیگه الان به این میرسیم ولی الان مشتری میاد به تو میگه آقا من انقدر باجت دارم و فلان کار دارم دو تا کار میتونی انجام بدی یا اینکه کارشو بگیری انجام بدی بره به هر شکلی یا اینکه کارشو نگیری خب انجام ندی و پاس بدی به یکی دیگه بره انجام بده اگر تو بگیری کارشو و انجام بدی چه اتفاقی برای تو میفته آیا تو میتونی کار خوب تولید کنی نه میشی یه کار بد این کار تو میشه شناسنامه کار تو برای کارهای بعدی بد 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 بعد تو رو به عنوان کسی میشناسن که کار بعد تولید میکنه که پر الان آفرین و طرف نمیدونه که اینا به خاطر خود مشتری بوده هم به خاطر کار خواست... بد هم قیمت پایین قیمت, قیمت طور پایین آفرین. میشناسن آفرین میخوام بگم آفرین میخوام همین بگم اینکه تو الان به عنوان کسی شناخته شدی که قیمت پایین میگیری کار سری تولید میکنه و کارت هم بده شما چند تا کار خفن زدی خب توی حالا یوتیوبتون هم هست چه رسمی شدم یه هایی جناب آقای خوبم صدا تعقید میکنم آره وای گایجی هم ویدیوی موزیک ویدیو خلصه زمان گذاشتی باجت زیادی برد هزینه شد خود بودی دیگه من گرفت و واقعا به اندازه یک فیلم سینمایی پروداکشن بود اونجا من با یکی از دوستم که کارگردنه همون شب داشتم تصویر صحبت میکردم گفت <تص -كل Psalms> <تص> بابا لام هسته این فیلم سینمایی پر می‌کنید چیه بعد خیلی جالب بود خب خب این باعث شد که چی یه خروجی خیلی خفن بدی بیرون و تو رو به عنوان کسی که میتونی این کار انجام بدی بشناسن اون باجته کمکت کرد حالا من یه پرانتز باز کنم ولی چه فایده چه فایدهش دستمان نیستی متاسفانه خب میگم دیگه به خاطر نمیگم باجت محور شده یعنی حالا این مدیای ما موزیک ویدیو سوشال مدیا فرقی نمیکنه اصلا همون کامرشیالش حالا در مورد برندهای بزرگ صحبت نمیکنه در مورد کوکاکولا و اپل صحبت نمیکنه اونا ذاتا باجت هایی که دارن اصلا یه چیز دیگه است و حالا به ما اصلا نمیرسه اون کارا یا خیلی زمان میبره که تو به اون لول برسی که بتونی اون کارا رو انجام بدی با اون باجت ولی خب مشتری میاد میگه که یا همون آرتیستش میاد مهم. میگه که آقا من موزیک ویدیو میخوام مثل ویکند پولم در حد شرم یعنی پول نداره ولی انتظارش زیاده و خیلی هم میرن میرن یه کاری رو جمع میکنن یه پروژه میزنن آرتیست هم راضیه و تهش چی میشه تهش منم و شمایی که با قیمت بالا کار میکنیم یه جورایی حالا یا بیکار میشیم یا میگیم که خب که چی برای چی داریم این کار رو انجام میدیم من به این قضیه معتقدم که اولین کسایی که به هم ضربه میزنن ما خود همکارا به هم هستیم یعنی بزرگترین عامل این قضیه که مشتری و بدادت شدن به خاطر خود ما هم. ما همکارا به هم رحم نمی کنیم بیرو درواسی میگم من خیلی دوستای خوبی دارم همه همکارای حرفه و خفنی دارم ولی پای کار که میرسه هیچ کس به هیچ کس رحم نمی کنه خب منافع بدترین چیزی که الان به وجود اومده من سوال کنم به خاطر این منافعی که وجود داره کسی به کسی رحم نمی کنه و خب طبیعتاً مشتری بدادت میشه و مشتری که بدادت بشه این مارکت همینجوری گردش پیدا میکنه و باعث میشه که این اتفاق بیفته و مشتری دیگه بیاد برای تو تعیین کنه بگه آقا من هم اینقدر ندارم دیگه حالا یا داره نمیخواد بده یا نداره و فلان کارو میخوام چرا چون مثلا ایکس و ایگرگ و اینا اومدن یه سری کارهایی رو کردن ما همکار حرفه‌ای بین خودمون داریم کارش خفنه ولی <T> <mic> کار ارزون داره میزنه کار فری داره میزنه کارش خفنه آره کارش اوکی دیدش مشکل نداره من, من میگم اوکی تو با یه آرتست میخوای کار کنی یه, یه کار بزن براش خب دمش گرم خب یه کار بزن bizn... من خود من خود من فردا مثلا چه میدونم بیانسه بیاد بگه آقا مثلا یه کار بزن من مثال خیلی بالا با, کله کل من همش آره دیگه یه داداش یه بعدی سالیه پول نله نمیدم خب اوکی یه کار مثلا بگه بزن میرم میزنم فری میزنم براش ولی کار بعدیش اومد بگه بزن بزن خب میگم آقا به مدیر برنامهش میگم خب من انقدر باج حال نمیگم عدد خیلی بالا یا پایینی خب میگم من ارزشم انقدره اگه تو میتونی ارزش منو بدی اوکی بزن من یک بار برای بیانس زدم دیگه اگه قرار بود دیده بشم تو اون یک بارم دیده میشدم و شدم اوکی خب از این بعد دیگه من برای چی تو عبد برم برای بیانس مجانی بزنم اینا ادامه میدن دیگه خب من, من همینو دارم همین میگم میگم انقدر ادامه, ادامه میدن که تا انش در بیاد دیگه <applause> نه اینجا پادکست پادکست آزادیه ای پا فوش بدیم تا صبح حالا دیگه اون به خود بسه اتفاقا سر پادکست سامی که اومد بیرون حالا یه سری اومدن به نشستن و برخواستن و حرف زدن و این چیزا حرف زدن حالا بحثش باز شد بگم دوستان اینجا پادکستی که برگزار میشه برگزار میشه پادکستی که میگیریم میای مثلا دوره هم میشینیم یه روز احسان میاد یه روز سامی میاد یه روز آقای ایکس میاد هر کسی نسبت به اون وایبی که داره نسبت به اون مبحثی که باهاش صحبت میکنیم میریم جلو دلیل نیستش که من همه رو بیارم اینجا بشونم بگم که آقا دست به سینه بشینید هیچ حرفی نزنید اون چیزایی که من میگم رو گوش کنید و همون چیزایی که من میگم رو بگید هر کسی هر جوری دوست داشته باشه صحبت میکنه مهمترین چیزی که همیشه دنبالش هستیم و بهش اعتقاد نداریم آزادی بیانه همه میگن آزادی آزاد. بر... آره همه برمیگردیم میگیم آزادی نداریم آره همه میگن آزادی, آره، آزادی بیان نداریم طرف میاد اینجا میشینه چرا اینجوری نشست چرا اینو پوشید چرا اینو گفته چرا اینجوری مثلا آرایش کرده چرا اینو تو چشش آقا به شما چه هر کسی هر جوری باشه حالا اینو که میگم با نسبت به اون شخصیت هایی میگم که میان یه یهو مثلا کامنت های عجیب غریب میذارن حالا توی اینستاگرام و یوتیوب از این هر کسی هر جوری که دوست داره بشینه هر جوری که دوست داره صحبت بکنه جای شما رو که تعیین نکرده عصبانی شدم الان همه رو میزنه نه درست میگی ولی الان خیلی عصبانی شدی یعنی ترسیدم <تص> مثلا نمیدونم چی بگم آزادی بیان تو چی کردی آزادی بیان داشته باشه اوکی بلی گیر میدن دیگه قبول داری من میگم می بهترین کار اینه که اهمیت ندی اصلا به این مسائل چون هی هیتر میگن دیگه هیتر بعضی که میگن هیتر اینا زیادن خب یکی کامنت خوب میده یکی کامنت بد میده در این که تو خوبی چکی درش نیست خب من که تعارف ندارم دادش من دارم میگم آقا کار تو خوبه خب من در مورد مهمونم میام مثلا یه کامنت میدن مهمونا چرا اینجوری نه اوکی من میگم آقا اینجوری خوبه خب کار تو خوبه مسیر رو درست میری ولش کن این موضوعی که گفتی حالا بحث باجت و اینا میشه همین دیگه گفتم یعنی مشکل اساسش همکارای ما هستیم خب که باعث این قضیه میشیم که این اتفاقات بیفته و خب بوده دیگه بین دوستای ما همه با هم اوکی هن ولی خب دور از هم همه با هم اوکی نیستن متاسفانه میدونی همیشه یه گاردی همیشه دارن همه خب این میخواد بگه نه منو بالاترم اون میخواد بگه من بالاترم بابا مدیا چیه دیگه همه یه لولی برای خودشون دارن دیگه حالا مثلا تو بیای بگی نه من این فلان اوکی من کار خفن زدم کار کامرشل زدم کار پنکیتو زدم هر کی میبینه میگه این کار خارجیه من هنوز شعرشم نکردم خیلی ها ببینم کار ضعیف زدم خب ولی لول من مشخصه مشخصه که آقا من احسان شمالی چی بلدم من الان از لحاظ بار علمی حالا تئوریه. بحث تصویر برداری و اینا راحت میتونم میام با یکی بشینم اصلا مناظره کنم آره حرفه ای صحبت کنم از یه سری واژه استفاده کنم که باید کار سینمایی هم کردم مدیر جلوه ویژه بودم همه کار کردم افتر افکت و کامل بلدم پریمیر رو بلدم چی رو تا حدودی بلدم نمیام ادعا کنم میگم من کالریستم نه من به حدی که بتونم کالر کار خودم بزنم. میزنم. آره میزنم تاثیر برداری کامل بهش مشرفم میدونم اصلا چی اشتباه چی درسته توی کارهای خودم باگ داشتم ولی خب باگا به خاطر شرایط بوده ولی میدونم علمش رو دارم اینا رو ثابت کردم کارگردانی و حالا داستان و اینا وقت نگیرن میخوای بری نه ساعت میکنه نه ساعت برای تو هم پیش اومده که این عدد چشمک بزنه رکورد داره میشه چشمک میزنه چشمک داره میزنه میترسم جاوش... به رمه در درست رکورد نمیشه یا چیه رکورد هست یا نه رکورد آر... آره. خب عدد اینجوری میپره از اول میگیریم داداش <تصفح> <تصفح> همه یه لولی دارن دیگه این گارد چیه که حالا توی همین استانبول من از روزی که اومدم همه نسبت به هم گورد یومینی یه, یه هفته یارو با هم خوبن یه تیم میشن یه بند میشن دوباره فرداش میشن فردا کانکا میشن کانکا <تصفح> <تصفح> میشن یه یومینی بد میشن فلان میشن به خدا اینا اصلا چرا باید اینجوری باشه هم به خاطر مسائل کاری و مالیه ببین ما يعني... منافعی که گفتیه خب دیگه خیلی دنبال منافع هستن مثلا روزی که به تو مثلا نیاز داره تو کانکاشی روزی که بهت نیاز نداره اصلا واسه کاری نداره اوکی حالا میگیم اون قضیه که ممکنه پروژه نطلبه بخوای حالا اون شخص رو بیاری از لحاظ باجتی نمیشه نمیصرفه حالا قرار نیست همیشه همه با هم باشن خب اوکی ولی اون بحث منافع اینه که چرا خارج از این قضیه تا زمانی که هستی خب تو اوکی میخواند ولی زمانی که تو یه موقع احتیاج داری تو رو نمیخوان خب این میشه اون منافع در کل اینو میخوام ببندمش اینجا برات خیلی حرف زدیم گارد من نمیدونم برای چی این گارد گارد بزرگی که بین همکارا وجود داره و همه ماها بچه ها همه ماها یه لول مشخصی داریم هر روزم یکی داره آپدیت میشه یکی داره مثل تردمیل روش میدوه یکی هم داره سقوط میکنه میاد پایین خب و این توی کارا مشخصه همه ما ها یه لول مشخصی داریم هیچ وقت کدوم از ما نمیتونیم میام بگیم من انسان شمالی از عادل خانقای بالاترم یا عادل بیاد بگه از من انسان شمالی لاین من با لاین تو دو فرق میکنه من الان اسم میارم خب محمد فخر موعدی لاینش مشخص کارش حرفه‌ایه علی پازنی لاینش مشخص کار شرفهیه احسان شمالی لاینش مشخص کار شرفهیه خودت لاینت مشخص کار ترفهیه سجاد آباریکی لاینش مشخص حرفهیه من همه اینا کارشونو رو میبینم دوست دارم توی لاین خودشون خب نمیگم بچه ها گارد دارن ها، ولی میگم دیگه چرا باید به همدیگه گارد بگیریم من که الان همون حرف اولی که گفتی کارگردان فلان 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 من واقعا ودین کار نیستم شاید قبلا ودین کار آره من ودین کار نیستم Okay, من موزیک ویدیو کار اونجوری نیستم ولی میتونم موزیک ویدیو بزنم میتونم ودینگ بزنم من لاینم مشخص من کار تبلیغاتی دوست دارم بسازم من ذهنم آیدیام کامرشیال ادورتایزینگ میدونی من لاینم مشخصه اگه من میام یه کاری میزنم مثلا چه میدونم معرفی فلان و فلان و فلان اینا میبینی کار مثلا بعدی اسم شمالی اصلا چی کاری زده فلان زده لاین من نبوده خب که من صرفا زدم که زدم که تمام شد او که بعض آدم مسائل مالی نیاز داره بخواد این کارا رو انجام بده و خدا رو شکر با هیچ کسی نه بلاگرایی که توی استانبول بودن نه هیچ جای دیگه من هیچ وقت مجانی برای هیچ کسی کار نکردم یعنی من پولمو گرفتم اسمم هم اصلا پای ویدیو نزنین خب برای من کار برای هیچ کسی نمیام جست تو جست یه خلاصه میخوام بگم برای هیچ کسی من هیچ کار مجانی تا الان تو استانبول انجام ندادم میگم بلاگر اومده من گفته اسم تو میزنیم حالا یه رزومه میشه من نه نیاز به رزومه دارم نه چیزی من دوست دارم کار کنم برای من مثلا ارزش من اینقدر برای ما هم مثلا میگن که آقا میدیم فلان آرتیست تگت میکنه کردیتتو میده ببین ماها کارمون از دوربینمون و خلاقیتمونه که به دست میاد از کردیت به ما هیچی نمیاد مثلا دارم میگم اگه من و آقای ایکس خواننده تگم بکنه نهایتا 20 تا 30 تا 100 تا هزار تا فن اون آدم میان منو فالو میکنن از اون کار واسه من کار نمیاد میدونی چی میگم من برا من تا حالا اینجوری نبوده من 7 سال همه دارن کردیت هم میدن تگم میکنن به خدا اگه از اینستاگرام من اگه یه کار گرفته باشم پروژه من روی ارتباطات من بوده وظیفه شونه تقیت کنن اون که وظیفه شونه هر کسی تو کار میسازی پولم با... میگیری وظیفه شو تک با... با... اسم تو رو بعد آفرین آفرین, افرین. میخوام همینو بگم بگم یک فیلم سینمایی وقتی تموم میشه کارگردان به اندازه ده برابر سن من پول گرفته تمام عوامل پول گرفتن تمام عوامل اسمشون هست داخل کن اون اثر هنری باید مشخص چه کاری کیه دقیقا. اینی که شما میای میگی نه مثلا اسم تو میزنیم پول نگیریم برای چی باید این کارو بکنی آره پول مثلا چه دل... مثلا تو نزنیم؟ چه دلیلی ده تو باید اسمو بزنی ترکیه عکاسای حرفه ای اینجا که دارن کار میکنن با مجازینا یا مثلا بقیه یا حالا شرکت ها یا برند ها قرارداد داره مثلا میگه اگه من این عکسو گرفتم برای تو این عکس ده ماه مال توه ده ماه دیگه این عکس مال, مال منه تو نمیتونی اینو بزنید دوباره رو بیلبورد اگه بزنید رو بیلبورد شکایت میکنم ازت چون این عکس کریدیتش مال منه تو نمیتونی بری واس خودت ثبتش کنی کار ما هم همینه حالا میخواد ویدیو افتر مووی کنسرت باشه میخواد موزیک ویدیو باشه میخواد برای بلاگر باشه, باشه. میخواد تبلیغات باشه موظفی که کریدیتشو بدی بله. زحمت یکی کشیده هنرد حالا این هنر میتونه دستی بافتنی باشه میتونه نقاشی باشه میتونه موزیک ویدیو میدم کار میدیای ما باشه کریدیتو هیچ وقت فراموش نکنید نکنین توش شما میای بابت تولید کار پول میدی خب بابت زحمتی که ما میکشیم و هزینه که میشه پول میدی رو داری پرداخت میکنی اوکی بابت ارزش کار تو چی میدی تو وظیفت اسمو بزنی من الان میگم وظیفه کلاینت اینه که اسم سازنده ویدیو و عواملی که حالا نیاز هست رو بزنه حالا نمیگم همه ولی عوامل کلیدی رو بزنه که این اثر هنری به قول تو اون کریدیت در بیاد از توش anyway if you want to have an amazing advertise for your jobs please trust me این تبلیغات دوست چیز هایی رفتی دوه زبانه هم دیگه میزونتر آقا نمیخوای مهاجرت بگی چی شد رفتی دوه خب چقدر حرف زدیم چند دقیقه است داریم حرف بزنیم یه رو بیست دقیقه خدا رو شک بچه ها انقدر و باقل و باقل؟ آقل و بالغ که ولی... درک میکنم من واقعا همشون دوست دارم قلبا بهشون پیام میدم هر کامنت میذارم یا یعنی بعضی موقع هم نمیذارم به خدا میکنم. <applause> نه 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 عمدی نیست یعنی واقعا جای عمدی نیست به خدا عمدی نیست این چیزا یعنی شاید اون شرایط اصلا فقط داری نگاه میکنی فکرت یه جای دیگه داری رد میکنی نمیدونم به هر حال ولی تا اونجا که بتونم چیز میکنم یعنی کامنتو میذارم ولی یه یه مسئله هستیم وسط خب اینکه من به عنوان مخاطب به کار نگاه نمی کنم خب من به عنوان اه... کسی که این بیدی... آفرین به عنوان کسی که این کار بلده نگاه میکنم، اگر کامنتی میذارم چه خوب چه حالا کامنت بعد اصلا نمیذارم چه خوب یا چه انتقادی میذارم خب دیگه ده... این اجازه رو به خودم میدم بعد این همه سال بعد این همه کار تولید کردم بیام نقد کنم کارو خب و بگم اون طرفا نباید ناراحت بشه حقیقتش یعنی کسی هم بیاد این کارو با من انجام بده نقد کنه نقد سازنده باشه قبولش میکنم اگر عادل خانگایی باشه اگر مثلا کسی باشه که کار خوب تولید کرده بیاد آفرین بیاد نقد کنه من واقعا میپذیرم خب ولی مثلا فلانی میاد میزن اصلا پای ویدیو میزن آره حالا دوربینم دستش گرفته یه اثر هنری تو که فارغ باش فارغ چی فارغ فارغ از یک اثر فاخر قشنگ شد تو رو خدا اینا <تصفح> ها رو نذار من اینا ببین اینجا بدون سانسور میریم جلو تو رو خدا من چرا لهجه گرفتم <تصفح> خلاصه یه اثر فاخر شما بده بیرون من منتظر بودم میگی اثر چی گفتی فاره <تصفح> فاره بیا بده بیرون و بعد بیا نقد کن من نقد تو میپذیرم دیگه همین دیگه حالا گفتی در مورد مهاجرت بگم مهاجرت چیز قشنگه بچه‌ها خب نه به <تصفح> استانبول همه ما مهاجرای موفقی بودیم تا الان ماشاءالله و همیشه میریم بالا یهو میایم با کله کلا میایم پایین تا میایم بریم بالا دوباره میایم پایین بچا مهاجر رو هر کاریش کنید مهاجر چه تو دبی باشه چه تو استانبول باشه هیچ جا فرش قرمز برای ما پهن نکردن که آقا شما مهاجری هر چی پهن نکردن چه باشه قرمز دقیقا مهاجری دمت گرم خوش اومدی بیا اینجا به حال بدیم حالا مثلا ما تو دبی زندگی میکنیم ما اصلا کار نمیکنیم شیخ محمد میاد در میزنه هر روز ماه 10000 درم به ما میده واقعا همینه ما هم اینجا کار نمیکنیم هر روز من از پول میگیرم میگیرن اول اینکه بگم کسی باید مهاجرت کنه که چیز مهاجرت رو داشته باشه نه جربوزه مهاجرت رو داشته باشه جربوزه یعنی اون همون تو خیلی آدم کسیفی هست باید دل مهاجرت رو داشته باشه جروزش رو داشته باشه که بیاد مهاجرت کنه اگر میبینید نمیتونید مهاجرت کنید نیاد ببینید من اصلا شما رفتم دوبه ای این رفته دوبه پس دیگه الان همه چی اوکی و ما بلند چی میایم دوبه نه من اگه داستان دو رفتن و مهاجرت هم بگم همه تو خودش یه پادکست جدا پادکست جدا همه عشق میریزیم ولی خدا رو شکر خدا رو شکر نامید نشدم و خدا کمکم کرد و این قضیه حل شد به اینکه من واقعا توی زندگیم خب خانمم و پسرم کارن این دوتا شخصیت مهمترین اشخاص زندگی منن و کارن توی زندگی من کسی که باش درد و دل میکنم تو دلم چقدر یعنی هرچی میخوام اول میام میگم به خاطر کارنم که شده یه جوری شده بنده خدا خیلی وقت بود نه بودی کارنده تا اومدن دوباره تو اومده اینجا دوباره برای کار و این داستان ها دور بودن از خونواده چه خانواده دلتنگی خیلی بده هزی. اصلی و چه ای که بعدا تشکیل میدی واقعا خیلی بده خیلی بده دلتنگی دست دست <applause> حالا یه نفر تو پاکستت عشقش در یک موجودی که توی زندگی از خودته حالا میدونم خیلی متعلیم خیلی مجردیم ولی یک موجودی من نمیگم پتو این چیزها رو مقایسه نمی کنم انقدر اینقدر برات عزیزه که بعضی موقات به خاطرش بغض میکنی واقعا و نمیتونی جلو خودتو بگیری این مسیر زندگی تو رو مشخص میکنه یعنی من انقدر دوستش دارم انقدر دوستش دارم که حاضرم پاره تنه دیگه کلیم رو بفروشم کاری برای این بتونم بکنم که مثلا به اون شرایط برسم این کار رو انجام میدم خیلی راحت اصلا برای مهم نیست دیگه یعنی هر کاری بتونم میکنم خلاصه خیلی دلتنگشم هم دیگه دلتنگش هم چرا و... زودتر آره. میری دو روز من برگردم آره. برم آره. بغلش کنم. بغلش کن. آره. این حس هیچ هیچ کس نمیتونه درک کنه و من و... همیشه که... بابام همیشه به من میگفتش میگفتش که تا زمانی که پدر نشی نمیفهم. آره. متوجه بشی که دقیقا داره چه اتفاقی میفته اصلا تو دل ما چی میگذره زمانی که پدر میشی کلا قضیه عوض میشه دمای بدنم رفت بالا <تصفيق> <تصفيق> حالا برای اینکه بحث و یه ذره چیز کنم یه ذره شیرین ترش بکنم <applause> <و> شیرین تر <applause> کنی اسم کارن رو میخوام بیارم ولی به نظر اگه قبل از که تو کلام کارن به دنیا بد اسمش میخواستم چی بذارم کره <applause> کره چرا کره حالا به خون ببین چی میشه واقعا چی میشه خب بگو دیگه حالا بریم فامیل چی میشه کره شمالی سلام کره شمالی است قشنگ بود میخوره بابا یه سال اگه کارن بزرگ بشه و برگرده بگه که مخوام فیلم بردار اکاس چی میگی بهش بهش میگم اون کسی که اومدین دور بینا داد دستی ما والا نمیدونم اصلا تو به این قضیه فکر نکردم جلوشو میگیری یا چی به توصیه بهش میکنی ببین چون حرفه خودم اگه دوست داشته باشی یادش میدم میارمش بالا اصلا خوشحال میشم این قضیه رو انجام بده ولی نه مثل من من خودم خیلی وقتا پشیمون شدم تو چی از این کار پشیمون شدی بگی که مثلا چرا مثلا مثلا دارم میگم. چرا ویدیو سازم یا آره؟ چرا شغلو دارم آره چرا این شغلو دارم مثلا بحث ویدیو سازی که خب چیز لذت بخشه دوست داریم همه عشق به این کارو داریم بحث این که اصلا چرا این شغل رو شغل نباشه آره راست یه روز در میون به این فکر کردم که کاش مثلا یه شغل دیگه داشتم که تامین الان بچه ها یوتیوبرن درآمدشون از یوتیوب داره میاد هر کاری هم تولید بکنم برن سر کار نرم فرقی نمیکنه درآمدشو دارن اونا خوبه خب یه محمد درآمد دارن ولی ما همش تلاش کردیم کار کردیم که پیشرفت کردیم که کار کنیم و بشه شغلمون ازش پول در بیاریم و خب دیگه اون علاقه و اینا همش به خاطر همینه یعنی اگه ما علاقه ای هم داریم پیدا میکنیم بخاطر خاطر اینکه بخوایم پول در بیاریم حقیقتش فایده نداره یعنی کلا نرید اصلا نه دوربین بخرید نه ویدیو سازی نه عکاسی فقط میشه گفت به عنوان یک شغل دومی که بهش عشق داری دوست داری یه کار هنریه و نمیشه براش ارزش گذاری هم کرد روی این حساب میتونی به عنوان این کار داشته ولی یه بیزینس دیگه داشته باشی باید در کنارش ماشاره. آره. یعنی اون بیزینس اصلیت باشه نه این بیزینس اصلیت باشه خب در کنارش این کار رو انجام بدی به عنوان علاقه خیلی خوب من خود تو الان کرم تجهیزات داری یعنی شما من یادمه دیگه تا یه چیزی میاد زنگ میزدی به من میخوام برم مثلا اینو بگم نظر چیه خود همش من دور می آخر سر نمیذارم چیزی بخری. آره گفتم من نمیذارم بعد تو اینجور آدمی هستی خب دوست داری علاقه داری دوست داری تا اون محصول میاد بگیری خود منم هم همینجور بودم دیگه من تا یه حدی واقعا کرم تجربه هرچی پول در آوردی ما خرج خودش کردیم الان همین ستاپی که تو من اگه بخوام به همه بگم قیمتش چقدر و چه جوری این ستاپ چیده شده ما الان سه تا دوربین داریم این یه دوربین اون دو تا دوربین و یه دوربینم که داره تو رو میگیره هر کدوم از این دوربین هم یه لنز قیمت روشونه میانگین قیمت این دوربین ها به دلاری بخوای بگی بین 2500 تا 3500 دلاره درسته لنزا هم که جدا حالا هر کدومش 1000 دلار حساب کنیم میکروفونایی که اینجا وجود داره هر کدوم از این میکروفونا نزدیک فکر کنم 200 دلار دلار آره میشه و کل حالا نورایی که اینجا هست اینا داشت تو الان برای یک برنامه ای که اصلا نمیدونی بگیره نگیره بگیره نگیره و دنبال چی هستن و این داستان ها اومد یه کار با کیفیت بزنی یه اون نگاه میکنیم شاید یه چیزی بلاش پونزه هزار دلار با همه چی که بخوای حساب کنی حالا رکوردر و میکروفون و اینا هزینه کردی و تو اینا رو کار کردی خب کسی نمیده به تو بگه بیا این 15000 دلار رو بگیر مثلا چیز کن. کار کردی خرج خودش کردی الان مثلا یه هم این ته حسابت رو نگاه میکنی بعضی موقع میبینی خب هزار درهم، دو هزار میگم درهم اصلا خاله لیر داری خب لیر داری <تصفح> بعد میبینی مثلا دو هزار لیر داری داخل حسابت ولی ستاپی که الان جدید پونزه هزار دولار هزینه شه این, اش این دور خوبه ها خب ولی اگر یه شغل دیگه داشتی که برای تو پولساز بود ساپورت میکرد خب این یه علاقه بود دیگه هزینهش کردی اوکی کتاب ولی تو از کار خودش این همه رفتی دهن سرویس شده تا ساعت سه و چهار صبح این ور اون و اومدی رفتی میکروفون خریدی لنز خرید دور میخرید این میگن همون که لباس تحصیح. نمیخریم تیشرت نمیخریم مثلا کاد میخریم خود من،, من همه جا مشکی میپوشم اولین بار دارم اینجا همه جا, آره, همه جا یه یه پیرهن نان <تصال> یه دونه تیشرت دارم <تصال> <تصال> یه دونه تیشرت <تصال> دارم با یه شلوار میپوشم میام سر ضبط میرم <تصال> <تصال> حالا این که گفتی مثلا انقدر حالا هزینه شده واسه گرفته شدن این پادکست یه چیزی اومد تو ذهنم که بحث کیفیت به نظر چقدر اهمیت میدن به کیفیت حالا بیننده ها کسایی که حالا توی یوتیوب هستن یا اصلا همون تو شبکه های تلویزیونی خودمون چقدر به کیفیت اهمیت میدن <دصال> <تصال> به نظر الان من اینجا رو با سه تا گوشی میگرفتم بهتر بود البته سه تا گوشی هم همون میشه الان تقریبا ولی با سه تا گوشی میگرفتم بهتر بود یا با سه تا دوربین یا من قضیه چیز دیدن ها... که اصلا نمیتونن تشخیص بدن <تصفح> آره اینو من تو یکی از ویدیوهام برگشتم گفتم گفتم که آدم ها انقدر چیزای بد میبینن یا چیزای بد میشنون که دیگه فکر میکنن این درسته این دیگه نمیتونه تشخیص بده الان شما بیا بگو مثلا بعد علکی گفتم اینا سه تا باور میکنه کسی سه تا دور بینه نه یه دونه خب. اکس بگیریم اینجوری <تصفح> این وسط بذار من یه اکس بگیرم بعدش نشون میدیم عکاسی در پادکست اهمیت اینقدر چیز بد دیدن خب نمیتونن تشخیص بدن خب یعنی مخاطب معمولی دیگه نمیتونه تشخیص بده که آقا مثلا این کیفیت مهمه مهم نیست خب موضوع براش مهمه موضوع منظورم نظرم مهم نیست نه, نه. نه. الان بهت میگم موضوعی براش مهمه اصلاح میکنم حرفم را موضوعی براش مهمه که بتونه اونو اون لحظه سرگرم کنه خب یعنی بخنده حالا مثلا ترجیحا اگر به سمت چیزای اروتیک و نمیدونم شوخی های جنسی و این داستان بشه خب طبیعتا خیلی براش جذاب خب ببین اول اینه بعد کمدیه بعد حالا میاد داستان دیگه آخرش هم که ما میگیم آره. صحبت که ما میکنیم صحبت های ما سازنده است به درد آدما میخوره خب ولی چیزی که اونا دوست دارن همونایی که گفتم خب اونا رو باشه خب طبیعتا ویو بیشتری میخوره ولی یه چیزی رو بهت بگم ما یه کوالیتی داریم یه کوانتیتی داریم طرف میاد میگه آره این پست فالا یک میلیون دو میلیون مثلا این ریلزش ویو خورده میاد مثلا میگه بیشتر خب ده میلیون ده میلیون ویو خورده خب ویو, ویو خورده خب ویو خورده ویو, خورده. ویو خورده. آیا اون کسایی که اومدن اینو دیدن آدمای با ارزشی بودن که اومدن دیدن یا نه یعنی صرفا کو... دیدن که دیده آفرین. باشن چی بوده خب که اومدن دیدن اوکی آیا ارزش داشته کیفیت آدمایی که اومدن اونو دیدن خوب بوده یا نه خود ویدیو کیفیتش و خود آدمایی که نه، اومدن نه اصلا دیدن. ویو دارم تو میای میگی 10 میلیون ویو فلان و اینا خب این 10 میلیون شاید ده میلیون آدم به درد نخور باشن که اومدن نگاه کردن شاید از این ده میلیون شاید صد تاشون آدم به درد بخور باشن تو نباید اینو بیای سلوه قرار بدی بگی نه من چون ویوم ده میلیونه حالا بعضی که دیگه میان قیمتشون رو بر اساس ویو تعیین میکنن متاسفانه 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 بد شده دیگه یعنی یارو اومده یه چیزی ساخته اتفاقی یه دو میلیون ویو شده. خورده آره وایرال شده بعد اومده دیگه قیمت رو داره میگه من قیمتم اینه جوریه. اما مدلش بلاگرش نمیدونم ویدیو سازش فرق نمیکنه اصلا هر کسی میاد یه قیمت منه قره. خب اون کیفیتی اون ویوه آیا اصلا تو میتونی تشخیص بدی خوب خوبه یا نه الان عدده داره مشخص میکنه خود پلتفرم اینستاگرام بزرگترین ضربه رو به مدیا زد به نظر من چرا اولا اینکه عمودی شد آفرین <تصفح> همینو میخواستم میگم کجای دنیا از قدیم تا الان تو باید اینجوری فیلم میگرفتی البته از شروع شد بعد رسید به چیز دیگه پورترت. خود اینستاگرام تیک تاک از اول همون بود آره خب اینستاگرام افقی بود آفرید. بعدش عمودی هم افقی بود اومد تو رو مجبور کرد که عمودی بگیری و تو شدی برده اینستاگرام که از این به بعد ویدیو رو عمودی بگیرید. چیز ذلت میکشم میرم سر من پروژه. اسیر میشم بخوام بالانس کنم روی رونین بخوام دوربین مثلا بالانسش به یه طرف کادر بندی کاد بندی, بندی نداری آخری کاد بندی وجود نداره فکر کن رفته یه جایی که خیلی یه شات واید خوشگل میتونی بگیری بعد تغییرش میکنی همه زمینه, زمینه. <laughs> <laughs> همین چند روز پیش سر یه پروژه بودم کادرت محدود میشه کارهایی که میخوای بکنی محدوده بعد اصلا کیفیت کار از زمانی که این ریلز اینستاگرام بحث‌های ویدیوهای تیک‌تاکی در اومده اومده پایین طرف اصلا میگه که مهم نیست برام من فقط بچین پشت سر هم کوتاه باشه سه ثانیه ویدیو سه ثانیه ای می میخوام تو سه ثانیه چی میتونی به مردم انتقال بدی چهار ثانیه باشه فقط مردم وایرال بشه درجا نگاه میکنن یعنی فردا پس فردا فکر کنم ویدیو 15 صدم ثانیه ای مثلا طرف باید بدیم بهش تا دوست داشته باشه <تصفح> <تصفح> به خدا <همان> همین جوری <تصفح> شده همه فقط میگن که یه چیزی باشه که کیفیت تازه زیاد بالا نباشه چون مردم الان ویدیوایی که یه ذره خودمونیتر هست دوست دارن دیدی دیگه همه میگن بیا با گوشی بگیر به نظر تو گوشی همون کار دوربینو میکنه نمیکنه همون اول صحبت اونم برای چی میگفتیم من چرخوش پروژه داشتم انجام دادم با کمرا گرفتم حرفه ای به یار دادم فکر میکنی طرف اومد به من چی گفت وقت نمیتونی رنگش نمیتونی رنگشو موبایلی تورتر تر کنی راست به خودم گفتم تو اصلا چی اینجا چی کار چرا به وجود اومدی تو این دنیا چرا باید مشتری بیاد به تو بگه رنگشو موبایلی کن چرا ما زحمت میکشیم ما اینجا داریم زحمت میکشیم کالر میزنیم دهنمون سرویس میشه میشینیم این کار رو انجام میدیم بعد تو میای میگی رنگش موبایلی کن بابا لامصب این اصلا الان من واسه یوتیوب که ولاگ میگیرم خیلی ها میگن که خیلی دیگه با کیفیت یه ذره باید بی کیفیتش کنی حتی یه سری جا فلو باشه یه سری جا دوربین تکون بخوره یعنی چی کی گفت چی گفته اینا رو این اصلا این جوری کی اینو کرده که بعد اینجوری باشه متاسفانه بابا همون ویو است به خدا میبینن اون ویدیو ویو میخوره بیشتر با, با بی... باشه. بی, کیفیت ترین ویدیو با بی کیفیت ترین فالوور ویو میخوره میشه ده میلیون خب سر اینکه یارو میگه خب سلام امروز بیا با من آماده بریم همون یه میبینی صد میلیارد ویو خورد بعد ما اینجا پادکست کل جمعیت دنیا چقدر پادکست می‌گیریم 200 نفر نگاه خب یا می‌بینی بعد اینا فکر می‌کنن این خوبه یعنی هی برمیگردیم مثلا سر صحبت‌های اولمون فقط می‌خواستم بگم ما الان برده این از از لحاظ تولید محتوایی و الان دیگه کلا این ویدیو این شکلی گرفتن منسوخ شده دیگه اکار افتاده من میترسم فردا تو سینما هم دیگه اینجوری باید بگیری و این برای ما خیلی بده یعنی خیلی سخته انگار ما مثلا تازه باید بریم ویدیو سازی یاد بگیریم که چه جوری عمودی میونه فیلم بگیریم هم و همون میونه فکر کن مثلا طرف نشسته دو یه دورانی یه کتاب نوشته کاربندی های تلایی و فلان رو توضیح داره کتاب به این کلوفی بعد الان این کتاب رو باید برداری عمودی بخونیش <تصفح> قشن کتاب رو باید عمودی بخونی تا بفهمی یه برنامه هست کتابی از کارگردانی به زبان ساده حالا بچه اگه دوست داشتن برم بخونن خیلی اطلاعات خوبی بهتون میده <تص my favorite> الان هیچ معنی نداره نرید بخونید پس اینجوری بخونید آره اینجوری بخونید کلا کتاب و اینجوری هم گوش بدین مثلا در کل دیگه اینجوری کرده این استاگرام این کارا رو کرده الان هم همه تو اینستاگرام هم دیگه الان شده رزومه کارا شده این اینستاگرام من خب دیگه خیلی وقت را. اصلا تو اینستاگرام چی تقریبا آپلود نمیکنم به غیر از اینکه دیروز یه پستی گذاشتم چون که پسته باید باب میل اینستاگرام باشه که دیده بشه یعنی یا باید یه ایده عجیب غریبی پشتش باشه عمودی یا مثلا چهار داری میکنی؟ من را... <applause> مثلا دارم میگم خیلی چیز مسخره درست بکنی که دیده بشه به خاطر همین من دیگه ویدیو آپلود نمیکنم کار آپلود نمیکنم توی اینستاگرام می‌ذارم تو ویمو یا حالا توی یوتیوب چیزی چون که ارزش نداره تمام شد خیلی بحث مهاجرت احساس میکنم یه ذره نصف نیمه موند کسایی که حالا بخوام بیان دبی حالا من که خودم حالا فعلا استانبولم میگم نه این استانبول حالا یکی میخواد بیاد دبی به نظرت بیاد اصلا بازار کار چجوریه اصلا خود تجربه قبلی تو میتونی از استانبول بگی و حالا تجربه جدیدی که از دبی داری شاید به در کسی بخوره حالا مخصوصا کسایی که کار مدیا می میکنن من نمیخوام سربسته صحبت کنم که تمام شو بره سرش باز آره سرش باز, باز میکنم که <تصفيق> <تصفيق> تو عجش چه میخندی به تو باید بگم به بیننده به دبی مهاجرت کردن از ایران اشتباه از, استانبول اشتباه <applause> نه نه درست از استانبول ولی خب اگر میخواید به دوبهی مهاجرت کنید خود شما اگر میخواید به دوبهی مهاجرت کنید برای سه, سه ماه تا چهار ماه سه ماه حالا من میگم سه ماه سه ماه برنامه ریزیه این که تو هیچ درآمدی توی دوبهی نداری و فقط باید هزینه کنی پول داشته باش نه به لیر و تومن بلکه به درهم و دلار مایی ده هزار تا 15 ببینید مینیموم 15 هزار درهم در ماه درآمد داشته باشی میتونی یک زندگی نرمال خوب داشته باشی یک چیز استاندارد داشته باشی 15 هزار درهم یعنی طبق محاسباتی که من تو این 6 ماه کردم مینیمومش از اینجا شروع میشه که شما بتونی زندگی خوب داشته باشی هنوز نمیتونی تازه بری بالاتر یه سری تفریحات رو انجام بدی و اینا اوکی بخور نمیر نیستا یک زندگی خوب و استاندارد داشته باشی با 15 هزار درهم شما باید بیای بگی من سه ماه پنج هزار درهم پول هست نیاز داری میخوام بیام مهاجرت کنم دوبه اینو بیام اونجا هزینه کنم و حالا بیام آنالیز کنم چه به چه شکل و اینا اینکه بگم الان همه بلنشین بیا این دوبه یا کسی نه نه یا دوبه دوبه مگه چه خبره فرش قرمز این داستانا گفتیم من نه من نه گارد دیدم نه مال منه نه شیخ محمد بابامه که بخوام مثلا بگم بیاین یا نیاین ولی دارم راهنماییتون میکنم خب مسافرت کردن به دبی با زندگی کردن تو دبی زمین تا آسمون فرق میکنه یه چیز جالبش اینه که شما وقتی زندگی میکنید داخل دبی تازه میفهمید چقدر هزینه های زندگی پایینه الان چیزا داشته بگم بالاه ولی <تصفح> نه هزینه زندگی پایینه ولی تو مسافرت هزینه زندگی هزینه مسافرت اشغال میکنی دیگه بالا هست. اصلا اشغال هم نکنه بالاه خب چون اصلا نمیدونی چی کار باید بکنی کجا چی بلد نیستی نیست. ولی از اون ور بر برعکسش هزینه مستقر شدن تو توی دبی حالا چه ثبت شرکتت باشه بعدش اقامتت باشه بعد مسائل حساب بانکیت باشه بعد خونه بگیری و این داستانا اینو بالاست میونه صحبت می‌خوای اینجا چیز بکنیم به جای کار مدیا ثبت شرکت را بندازیم مراجعه کنید درآمدش بیشتر به نه درآمد اونجوری نداره ولی کلا شاید من واقعا کار انجام بدم کمک میکنم برای ثبت شرکتتون و اقامتتون اتفاقاتی که برای خودم افتاد برای شما نیفته خیلی اتفاقات بدی افتاد ولی خدا رو شکر حل شد کمکتون میکنم هزینه ازتون اضافه من نمیگیرم چون وصلتون میکنم خودتون اگه دیگه مارو توی دیسکریپشن میذارم شوخی میکنم کلا اگه کسی واقعا کمکی خواست در مورد مهاجرت به دبی بیاد به من پیام بده من راهنماییش میکنم چه و چی کار باید بکنه خدایی تو این چیزا خیلی چه بحث حالا کاری اقامتی و این داستان ها چه بحث حالا مدیا هر سالی داشته باشین جواب میده آره من آدمی نیستم مثلا جواب ندم فالوورش کمی بلش آره نه من جواب میدم و حالا هر سوال اگه میخوایم به دوبه مهاجرت کنیم میتونید با شرکت ما در ارتباط باشین و زیرنویس میتونین شماره ما رو داشته باشین و اینکه اگه از ایران میان که به نظر من نیاین دوبه چون انقدر ارزش در همه در هم بالای تو ایران الان 16 تومن شده 16000 دیوی سی الان همین الان و برای شما نمی که بخوایم بیام مگر اینکه واقعا یه پولی داشته باشون که اصلا به دردتون نخوره بیان چون برای استارت شما 600 میلیون تومان پول میخواین استارت اینکه بمونین اون سه ماه جدا برای استارت دارم بیارم. 600 میلیون هم پول میخواین ثبت شرکت و اقامت اینا یک بستری رو بگم دبی فرام کرده برای این داستان اینه که شما فرقش با استانبول اینه که شما اگه کیملیک استانبول داری و اماراتی دی دبی داری این دوتا خیلی با هم فرق از لحاظ ارزشی دوتاش اقامت ها خب ارزشی اقامت شما توریستی توی استانبول نمیتونی کار کنی فقط صرفا میتونی اینجا زندگی کنی خرج کنی و هیچ هم نمیخوره واقعا ولی اقامت امارات آیدی که شما داری انقدر با ارزشی که میتونی مثل یک شهروند اماراتی از خدمات همه چیز استفاده کنی حساب بانکی داشته باشی معتبر بتونی از خدمات خرید قسطی نمیدونم هر چیزی که میخوای بخری حالا بفروشی هر چیزی دیگه نمیدونم هر چیزی که باشه رو میتونی با این امارات های دیت انجام بدی خیلی خیلی با ارزشه ویزا بهت میدن ویزای اروپا بهت میدن میتونی آره اقدام کنی آره مثل یک ولی پاسپورت رو نداری دیگه عملا آره فقط پاسپورت, پاسپورت این خیلی فرق داره با مال استانبول اقامت استانبول اینش خوبه خب امنیت خاطر داری امنیت جانی داری امنیت مالی داری تورم نداری این خیلی داستان... کم اگه هم باشه آره. در حد نیم درصد یا درصده بنزین که اصلا ماهیانه قیمتش مشخص بشه یه مثلا پنجا فلس میره بالا فلس میگن دیگه نیم در همین بعد میاد پایین کمتر خیلی کمتر کلا تورم همینه بیشتر از این نمیشه ولی اینو بهتون بگم که دوبه شهر گرونیه خب کلا گرونیه ببینید الان شما یک خونه یک خوابه بخوای بگیری اونجا اجاره کنی یک جایی که برای خانواده مثلا زن و شوهر و حالا بچه داشته باشه مثل من یا هر چیزی یه جای خوب دسترسی راحت داشته باشه کم کم ماهی دو هزار دلار هزینه اجاره خونته فقط اجاره خونه هزینه زندگیت پایینه اوکی ولی اجاره خونه ماهی 2000 دو دلار آخه میدونی چیه بحث اینجاست که ما ایرانی ها البته کسایی که میخوان از ایران بیان به قول تو پول زیادی رو باید تبدیل کنن ضرب کنن به هزار تومن یا به دلار نمیدونم الان 60000 تومان اینا ضرب کنن خب مشکل ما ایرانی ها اینه که همیشه میخوایم بریم یه جایی حالا این میخواد دوبه باشه میخواد ترکیه باشه میخواد آمریکا باشه میخواد هر جایی که میخوایم بریم این پول رو یه بار به دلار ضرب میکنیم یه بار به تومن ضرب میکنیم به یه بار به ریال ضرب میکنیم بعد یه رقم خیلی عجیبی برام به وجود میاد من میگم اگه, کسی میخواد مهاجرت بکنه به اون توانایی خودش باید ایمان داشته باشه و بگه که اگه من دارم میرم دوبه اوکی یه پشتوانه مالی اندازه مثلا دارم یا 500 میلیون 600 میلیون ولی به توانایی های خودم ایمان دارم که میتونم اونجا ماهی 2000 دلار 5000 دلار 10000 دلار هر رقمی که هست رو در بیارم اگه به این توانایی دو خودت ایمان نداری نکن مهاجرت چون برمیگردی چون برمیگردی چون همون پولی هم که بردی و خرج میکنی کولر رو میندازی پشتت برمیگردی با ضرر و زیان پس اگر به تواناییت به اون کانکشن زدنه چون توی کشورهای دیگه به نظر من ارتباطات خیلی مهمه صحبت کردن زبان خیلی مهمه اگه اینا رو بلد باشی میتونی زندگی کنی چیز خوبی که دبی داره اینه که زبان انگلیسی صحبت میکنه یعنی اینجا ترکی من هیچ وقت یاد نگرفتم و سخت بود برام خب ارتباط گرفتم شما ترکی بلدی تونستی با تو کامیونیتی ترکی کار کنی با ترکا کار کنی من یک بار نتونستم کار کنم همش با ایرانی ها و حالا خارجی باشه بتونی ذره انگلیسی ولی اونجا انگلیسیه انگلیسی خیلی خوبه شما میتونی قشنگ ارتباط بگیری با هر کسی خاصی بچه آب و هوا نداره دبی آشغال یعنی اگر فکر میکنید که دارید یه جای خوش آب و هوا میرید نداره دبی 94 درصد مهاجرن فقط اون 6 درصد اماراتیان که اون اماراتی ها رو شما اصلا توی خیابون مترو اینا نمیبینین عملا خودشون همه جی کلاس دارن و میتونن میان میرن از یه طریق دیگه که اصلا شما نمیبینین خیلی کم آره بین. فرق میکنه 94 درصد هندی پاکستانی فیلیپینی سریلانکایی و ایرانی و حالا کشورهای دیگه هستن اونجا و شما با یک شهری هست مواجه هستی که 72 دو ملت داخلش دارن زندگی میکنن حالا من فقط چهار پنجش بلد بودم گفتم زمانی که شما توی مترو میرین مترو دوبه با مترو استانبول یه تجربه خوب بهتون بگم یا اتوبوس سوار میشین دقیقا مثل سرویس پالاشگاه بندر عباس میمونه یعنی همه سیا هندی میبینی مرد همه مرد میری اونجا سوار میشی و بین اینا میری حالا به کارت میرسی اینا. مترو همینطور این مسئلهش رو مخه و باید ماشین داشته باشه حقیقتش خب مثلا این هزینه است دیگه باید ماشین رنت کنی حالا یا بخری که به خاطر چی به خاطر گرما میمیری اونجا آره. تو دو قدم را بخوای بری نمیتونی خب و این شلوغیه اینکه همش هندیو و اصلا انگار دبی هندوستانه، پاکستانه <تص <تص <that> <ترج parole> به خدا دارم میگم. من یه سری hello brother how are you today i i today شبیه هندی ها به خدا میرم یه جای با من اینجوری حرف میزنم یاری با من عربی هم حرف میزنن حتی میگم انگلیش پلیز میگه همون فکر کردی قیافه شبیه عربای عربی میگه عشرین عشرین مثلا دیده اینجوری. بعد میخوام بگم اینا این چیزا اسید نریختیم توش <تص> میتونی بخوری. نه میخوام از اون موقع دارم این بخور آبو آبه بخور راحت باش ما ایرانیا خب خواهرمون همسرمون مادرمون یه شکل دیگه ایم پوششمون رنگ اسکینتونمون فرق داره موامو فرق داره وقتی وارد این جمع میشی یه جور عجیبی نگات میکنن اینا به اون زنا به اون زنا یعنی منظورم به ایرانی ها یا به حالا کسایی که اصلا با رنگ پوستی خودشون متفاوتن اینا رو خیلی جالبه دارم بهت میگم یه جور دیگه نگاه میکنن و متاسفانه متاسفانه یه چیزی یه چیز بدی که توی دبی هست مثلا توی خیابون با خواهرت میری با همسرت میری با دوست دخترت میری یا با هر کسی میری متاسفانه به اون زن یک نگاه بد دارن یعنی هندی پاکستانی ها و حالا اینا خب یک نگاه بد خود عربا نه چیزا عربا, عربا من... هم دارن خب فرقی نمیکنه کلا به زن یک نگاه بد دارن یعنی اصلا عملا فکر میکنه تو اومدی مثلا اینو مخصدی داری میبری با خودت م. یا همچین اتفاقیه این خیلی آزار است به خاطر همین خب من ترجیح میدم با ماشین شخصی خودم برم کارامو انجام بدم و سوار ماشین شخصی شوم بیام زیاد تو جاهای عمومی که اینا هستن نباشم این آزار است توی دبی خب ولی هیچ کس نمیاد ب... یعنی جرأت نداره بیاد بگه بالا چشت ابروه یعنی تو میتونی چیز یارو رو بکشی جربوزه <تصفح> 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 خب خیلی اونجا قانون سفت و سخت بچه قانون رانندگی خیلی سفت و سخته خیلی گواینامه که اصلا تا دو ماه بد نمیدن اصلا گیرت نمیاد یه بارم میندازن تازه بعد رانندگی فوق العاده با قوانین استاندارد درست همه مثل استانبول نیست که دیوونه خونه است <تصفح> 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 همه چیز قانون داره همه چیز مشخصه هیچ کس هم نیم. من توی محله ای هست پشت السطفا اگه بچه بلد باشن اون پشت رفتم اتفاقی میخواستم مثلا عکس بگیرم فیلم بگیرم اونم چجوریه واقعا دوبه برج خلیفه و برج عرب و نمیدونم دانتان و نمیدونم مارینا و این جو جاها که شما همش میبینی نیست دوبه همچین جاهایی هم داره به قدری داغون بود به قدری عجیب غریب بود که قشنگ من فکر کردم همون لحظه توی هندوستان و توی پاکستان هم. با همون سیستم کثیفیه ماشینای درب و داغون پارک کردن فوتبال بازی میکنن پا به میرن لباس پهن کردن اصلا افتضاح بعد خب خود دولت امارات خب اینا رو گذاشته اینا رو روش زندگیشون اینه اونا هم نمیتونه دولت کاری بکنه خب روش زندگیشون اینه میاد اینا رو گذاشته برای خودشون کار رو انجام بدن اوکی راحت باشن خب بازم داخل اینا کسی نمیتونه تو بری نمیتونه بیاد ازت دوزی کنه م -م. یا بهت یه چیزی بگه یا فلان قانونای سفت و سخته آره باز از خوبیش بخوام بهتون بگم پیکایی که میان دم در خیلی سری خیلی خوشحال هلوس پاریس هلوس مثلا اصلا مهربونه ده... چیزی که برای من هست <تصفح> <تصفح> من حسرت طوله... تو استانبول مثلًا, مثلا یه فیک سفارش میدی مثلا یه غذای سفارش میدی اول از همه که دو ساعت طول میکشه بیاد بعد این که تازه میاد سرده حالا سردیش بخور تو سرش اصلا اون چیزی که سفارش دادی مثلا مال یکی دیگه است اومده تو بعد بی ادبن تاکسیاش خیلی بی ادبن اینجا خودت دیگه تو استانبول زندگی کردی تقریبا نمیتونم بگم که هیچ کسی براش پیش نیومده که اینجا دعوا نکرده باشه با یه تاکسی نه. همیشه این اتفاق افتاده با همه یه تاکسی به قول خودشون تاکسی جیهای اینجا یه دعوایی داشتیم یه... نه تو دبی اصلا اه، میگم اه، پیک میاد دم در در میزنه وای میسه عقب تقدیمت میکنه محصولی که برات آورده رو هلو سر مثلا بیا بگیر اینجا مثلا میام پارت میکنم میرم اینجا که آره من بود دیگه استانبول میاد در میزد میرفت بعد کیه دمه پایین نگاه یه معصی یه چیزی گذاشته آره رو زمین گذاشته آره گذاشته رفت یه بار نوشابه خورده بود یارو <تصفح> بس درا اومدم گفتم پس آبی کلا نرده گفت یه چیزی ترکی گفت که آره من تشنم بود خوردم حالا اگه میخوای پولشو بهت بد بدم بابا سفارش من چرا خوردی پولشو نمیخوام من الان نوشابه میخوام ولی تو دبی نه تو دبی انقدر با ادبان، انقدر همین هندی پاکستانی هایی که میگم روش زندگیشون اینجوری انقدر با ادبان، انقدر با ادبن توی برخورد توی سیستم رو میگم نه اینا که بر خیابون کارگری میکنن آره اینا که اصلا انگلیسی هم بلد نیستن ولی واقعا اونا که تو سیستم کار میکنن پیکن نمیدونم فلانن فلانن ایکسن ایگرگن هر جا که کار میکنن ببین قانون خب قانون براشون مشخص کرده که آقا اینجا شما ویزا داری اینجوری خیلی راحت من میتونم بزنم نظر... بن... بیرون. بیرون. آره اصلا چیزی بعد انقدر زیاده که بخواد بیاد جای تو خب همون هندی پاکستانی اینجوریه همشون دنبال ویزا مهاجرت کلا به دبی یه سری م... چیزای مثبت داره اتفاقات مثبت داره که من حالا چند تاشو گفتم خوبه ولی خب کشوری همینه سعی میکنم خودم حالا یه ولاگ آماده کنم اصلا در مورد همین توضیح بدم و یه سری جاها برم نشون بدم که آقا این خوبیاش اینم بدیاشه گول نخورید که آقا مثلا همش خوبیش و اینجوری و لاکچری و فلان اینا نه شما هر جا بری دوبه باید پول بدی دوبه بغل خیابون پارک میکنی باید پول بدی هیچ جای پارک مجانی وجود نداره اگر نزنی ماشین آرتی داره رد میشه روش هم دوربین اصلا کاری نداره داره رد میشه یه پلاک تو میزنه جریمه. برای دو در هم که شما پرداخت کنی به ازای یک ساعت صد در هم جریمه میشه دوبه اینجوریه، جوریه دوبه همه جا باید پول بدی جاهایی که فری هست نوشته فری یعنی تو هر جا دیدی ننوشته فری به تو دو پولیه دوبه متاسفانه همه چیش پولیه دوبه بعضی میان هم بیزینس میکنن بعضی میان هم بیزینس میکنن ببین من در مورد بیزینس صحبت ولی دوبه بیزینس من و بیزینسی زیاده بیزینس و من زیاده حالا بر اصلا این مسائل نشید یه آخرهای برنامه هست من سوالی که از همه میپرسم از تو هم بپرسم رولت چیه تو این زندگی؟ یا همون نقشت؟ رول من چیه؟ نقش من چیه؟ ببین نقش من توی زندگیم دو تا چیزه یکی اینکه یک پدر فوقلاده برای کارن باشم و یک آدم به درد بخور برای جامعه یعنی اگر من یه روزی برسه که دیگه به درد جامعه نخورم حاضرم توی این دنیا نباشم من همیشه دوست دارم به درد بخور مصفت باشم مثبت باشی. به درد بخور باشم من اگر کار ویدیو سازی میکنم یا کاری دارم انجام میدم به درد بخور باشم برای جامعه برای آدما برای هر کسی و مهمتر از اون بتونم الان تو این شرایط شاید به مثلا قیافه من نخورم من این پسر پنج ساله داشته باشم ولی <تصفح> کلا سنمو شاید خیلی ها ندونم من اردی بهش سی و هفت سالم میشه خب بزنم به تخته برنامه زنده <تصفح> کیه؟ <تاسم>. <تصفح> <تصفح> من واقعا اگر نتونم پدر خوبی برای کارم باشم همیشه خودخوری میکنم و اینو خیلی منو اذیت میکنه مثلا بعضی موقعات شده ببین بچه ما تو شرایط مالی خیلی عجیبی هممون قرار گرفتیم فراز و نشیبا شده که نشستم یه گوشه فقط فقط هی داشتم اینجوری میزدم توی مغز خودم خب چرا من نتونستم مثلا برای این فلان رو انجام بدم و بعدش انجام دادم و خب ولی اون لحظه که این... خودخوری میکنی آره آفرین اینو من خیلی اصلا نگم براتون یعنی دنیای من با این بچه کلا یه چیز دیگه است امیدوارم که این زندگی این شرایط همه چی اونجوری که دوست داری وفق مرادت برسی. باشه اون دعایی که اولش میکنم حال دلت اول از همه خوب باشه بعدش جیبت انقدر پر پول باشه که هم حال دل خود خوب کنی هم خانوادت و و همیشه سایت بالا سر خانوادت باشه و اشغالتون برا دم شما گم من خیلی این آخر کاری یه جمله آخر رو بگم و من خیلی خیلی ازت ممنونم که باز داری این کار رو انجام میدی و جدای از اون منو دعوت کردی بیام و تو, تو, تنها کسی بودی که به من گفتی اگر رسیدی استانبول به من زنگ بزن من دوست دارم بیام تو این برنامه با هم حرف بزنم خیلی خوشحالم این قضیه که من برات اونقدر با ارزش بودم که این کار رو انجام بدی و امیدوارم صحبتایی که کردم اولا به کسی بر نخوره در کل دم خودت گرم که این کار رو انجام دادی بعدش بدات. هم که دم شما گرم که حمایت میکنید این کار رو نگاه میکنید به هر حال کار با کیفیت ارزش دیدن داره و میتونه توی زندگی تو موثر باشه تمام کسایی که میان اینجا صحبت میکنن توش کلی نکات هست که به دردتون میخوره مرسی ازت رفقا دمتون گرم همونجوری که احسان بریش گفت حالا کسایی که میان اینجا میشینن وسط ویدیو هم, هم گفتم هر کسی نقط نظرات خودشونو دارن و حالا دلیل برای این نیستش که من اگه الان یه حرفی میزنم حتما حتما این درسته حالا مثلا دارم اگه حرفی که احسان میزنه حتما حتما استدلال به اون حرف اون حرفه درسته نه هر کسی داره نظر شخصی خودش رو میگه و دوست داریم که تجربیاتمون رو به شما انتقال بدیم و اینکه کسی که میاد اینجا میشینه یا هر صحبتی میکنه یا هر شخصیتی داره یا هر نشست و برخواستی داره من نسبت به اون میرم جلو نسبت به اون شخصیت هم رو سعی میکنم با اون آدم چجوری میگن منطبق کنم یه جورایی یعنی اگه قرار بخندیم بخندیم اگه قرار جدی باشیم جدی باشیم دوستم ندارم خیلی خشک و خالی بشینیم اینجوری صحبت کنیم دیروز تو اینستاگرام گفتم خیلی خشک و خالی داریم صحبت می‌کنیم نه نمی‌خوام اینجوری باشه دوست دارم که یه برنامه‌ای باشه یه کول cool, چیل با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم اگه اون برنامه بخوایم ببینیم شبکه که 4 هستش دیگه میتونیم بریم داخلش بشینیم ببینیم اون برنامه ها رو دوست دارم دور هم دیگه با هم دیگه یه سری اطلاعات رد و کنیم یه ذره بهمون خوش بگذره و یه فضایی از زندگی شما رو پر کرده باشیم امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشین و لایک و کامنت و سابسکرایب و سابسکرایب و سابسکرایب و از ما دریغ نکنید که این کارتون به ما خیلی کمک میکنه اینستاگرامش هم توی دیسکریپشن هستش حتما حتما اگر که دوست داشتین میتونین ببینین هم کاراشو ببینین خیلی کارهای بالی انجام میده و همین که میتونین فالوش بکنین و با هم دیگه در ارتباط باشین و اگر هم که کاری داشتین باهاش برین کار انجام بدین فعلا تا ویدیو بعدی این آخرش بود خیلی به برنامه تو خوش اومدم آقا در تمام دیگه داره بریم من یکی چیز مهم میخواستم بگم یادم رفت چیز مال مهمون قبلیه یا نه چقدر قور میزنم من از راه دوری اومدم و من چون अलग रहा